خدمت شما دوستان و خریداران قالب نیلسن. خب همونطور که میدونید قالب نیلسن یه سری مگا منوها داره، منوهایی که بالای قالب قرار میگیره و سمت راست قالب که به عنوان مگا منو شناخته میشن، چون چند ستونه هستن، پس زمینه دارن و در کل منوهای حرفه‌ای هستن. هر قالبی پنل مدیریتش برای مدیریت مگا منوها و منوهاش فرق میکنه. بعضی از قالب‌ها از افزونه‌های آماده استفاده میکنن، بعضی از قالب‌ها هم پنل مدیریت جداگونه‌ای برای مدیریت مگا منوها دارن. اما قالب نیلسن سعی کرده مگا منوهای خودش رو داخل بخش نمایش فهرست‌ها مثل هر قالب معمولی دیگری قرار بده تا کاربر راحت تر باشه برای مدیریت منوها. خب برای مدیریت منوهای قالب ابتدا به پیشخوان وردپرسمون مراجعه میکنیم، بخش نمایش فهرست ها رو باز میکنیم، اولین گزینه که به چشممون میخوره برگزیدن یک فهرست برای ویرایش. این قالب فهرست های متفاوتی رو داره داخل خودش، فهرست هایی که میبینید توی بخش های مختلف سایت هستن. اگر سایت رو مشاهده کنید، با ما در تماس باشید، این منو هست، خدمات مشتری یا پشتیبانی مشتری، این منو هست، ابزارها، شورتکات، طبقه بندی محصولات، منوی اصلی، اینها همه توی قالبمون دیده میشن. اولین منوی که داریم منوی اصلی سایتمون هست که بالای سایت قرار گرفته. پس منوی اصلی یا فهرست اصلی رو انتخاب میکنیم و روی گزینش کلیک میکنیم تا وارد ویرایشگر این منو بشیم. وقتی وارد ویرایشگر این منو شدیم، اولین کاری که باید انجام بدیم از بخش تنظیمات صفحه تمامی این گزینه ها رو تیکشون رو فعال کنید تا آپشن های مختلف برای هر آیتم رو بتونید ببینید. دقت بفرمایید، تمامی این تیک ها باید زده بشه تا تنظیمات و آپشن های کاملی رو برای مدیریت منوهامون داشته باشید. خب الان اگر تنظیمات صفحه رو مشاهده بفرمایید، تمامی تیک ها خورده شده و تنظیمات رو من بستم، حالا میتونم منوهای وردپرس هم رو مدیریت کنم. برای مدیریت منوهای وردپرس قبلا فیلم آموزشی کاملی توی میهن وردپرس قرار گرفته که میتونید از اون فیلم آموزشی استفاده کنید برای مدیریت منوها و مدیریت به ترتیب منوهای سایت وردپرسیتون. فقط یه توضیح مختصر در این مورد خدمت شما میدم. شما از ستون سمت راست میتونید هر کدوم از این گزینه ها را که نیاز دارید، دسته ها، برچسب، دسته های محصولات، برگه های سایتتون را تیک بزنید و با کلیک روی افزودن به فهرست میبینید که به منوی سایت شما اضافه میشه. خب با کلیک روی فلش سمت چپ هر آیتم میتونید تنظیمات اون آیتم رو مرتب سازی کنید و تغییر بدید تنظیماتش رو، و با کلیک روی مجدد همون دوتا میتونید تنظیمات آیتم رو ببندید و با درگ اند دراپ کردن موستون میتونید چیدمان این منو رو تغییر بدید توی سایتتون. و دقیق بفرمایید اگر این منو رو یکم به سمت چپ بکشیم، این منو زیر مجموعه منوی بالاییش میشه. الان اسلایدر فلکسی زیر مجموعه منوی شورتکات ها قرار گرفته. خب الان برای حذف کردن اسلایدر فلکسی هم تنظیماتش رو باز میکنیم و روی حذف کلیک میکنیم. این از مدیریت منوها و نحوه اضافه کردن و مرتب کردن آیتم های منو که عرض کردم توی پستی به صورت کامل توضیح داده شده. این برای یه منوی ساده بود، مثل منوی تماس با مای وبسایت، منوی چگونه بخرم، پشتیبانی مشتری و ابزارها که منوی ساده هست.
اما منوهایی مثل منوی سمت راست وبسایت و منوی بالایی وبسایتمون فرق میکنه، چون اینها مگا منو هستن و باید ستون بندی بشن. اولین کاری که انجام میدیم، دقت کنید این آیتم اصلی هست یا فرعی یا زیر آیتم های فرعی. خانه آیتم اصلی اون هست، صفحه اصلی فروشگاه فرعی و صفحه اصلی 2-3 الاخر زیر مجموعه های صفحه اصلی فروشگاه هستن. اگر سایت رو مشاهده بفرمایید دقیقا به همین شکله، خانه صفحه اصلی فروشگاه زیر مجموعه شه و این چند تا آیتم زیر مجموعه های آیتم صفحه اصلی فروشگاه هستن. خب خانه رو باز میکنم، یه نشانی داره که آدرس هست، میگه وقتی ما روی خانه کلیک کردیم وارد چه آدرسی بشه. کلاس های استایل شیت که خیلی مهم هستن، بیگ منو هست در اینجا که بیگ منو به ما نشون میده که این منوی بیگ منوی اصلیمون هست. همونطور که مشاهده فرمایید خانه یه منو هست که بیگ منو شده و چند تا منوی حرفه‌ای زیرش قرار گرفته. پس کلاس استایل شیت اختیاری منوهای اصلیمون مثل خانه، صفحات، فروشگاه، امکانات، حالا شورتکد ها که زیر منو نداره، ولی این چهار تای اولی باید حتما کلاسشون بیگ منو باشه. توضیحات رو کاری باهاش نداریم چون خودکار تغییر میکنه. بحث آیکون که برای ما آیکون این آیتممون رو تغییر میده. من هر کدوم از این آیکون ها رو که انتخاب کنم میبینم که به کنار عنوان منوی سایتم اضافه شده. خب حالا میتونم از این لیست آیکون هایی که اینجا دارم یکی رو برای صفحه اصلی سایتم انتخاب کنم تا روی صفحه اصلی سایتم نمایش داده بشه. و بخش ایمیج برای بارگذاری تصویر پس‌زمینه بیگ منو هست که در حال حاضر این کیف هستش. خب منوی اصلیمون تموم شد، خانه رو می‌بندم، میریم سراغ صفحه اصلی فروشگاه. خب صفحه اصلی فروشگاه که زیر منوی منوی خانه هست که خودش یه ستون حساب میشه. خب صفحه اصلی فروشگاه رو باز میکنم، نشانی رو یه دونه هشتگ زده، یعنی وقتی کلیک کردیم هیچ اتفاق خاصی نه، دقیقا به همین شکل هم هست. و توی قسمت کلاس های استایل شیت اختیاری نیازی نیست چیزی قرار بدیم. شخصی سازی منو آیکونش رو میتونم انتخاب کنم که بهتر اینجا انتخاب نشه و ایمیج یا تصویر پس‌زمینه هم بهتر انتخاب نشه. و صفحه اصلی 2 و سایر زیرگزینه هایی که توی منو هستن نیازی به تغییر یا قرار دادن استایل شیت اختیاری نیست. منوی بعدی صفحات هست و زیر مجموعش هست صفحات اصلی و صفحات اختصاصی. همونطور که میبینید صفحات، اگر من همینجا بیام پایین، صفحات اختصاصی و صفحات اصلی رو دارم. صفحات هم به همین شکل دقیقا یه بیگ منو اینجا قرار میگیره، آیکونش رو میتونید شما تغییر بدید برای وبسایتتون و یه آیکون انتخاب کنید براش و یه ایمیج انتخاب کنید. آیکون صفحات هم رو انتخاب میکنم و می‌بندم تقدیماتش رو. فروشگاه به همین شکل دقیقا، فروشگاه میتونم یه آیکون براش انتخاب کنم و همچنین یه تصویر پس‌زمینه که در حال حاضر می‌بینید تصویر پس‌زمینه رو داره و آیکونش رو کافیه براش انتخاب کنم. پس یه آیکون هم برای فروشگاه. بخش بعدیمون امکانات هست. کاری به زیر منوها نداریم چون زیر منوها به راحتی مدیریت میشن و هیچ تنظیمات خاصی ندارن. مهم اون منوهای اصلی ما هستن که باید کلاس بیگ منو حتما داخلشون قرار بگیره. و اگر کلاس بیگ منو رو قرار ندیم به صورت یک فهرست خیلی ساده نمایش داده میشن. بعدی امکانات هست که توی امکانات هم کلاسش باید بیگ منو باشه و یه آیکون براش انتخاب میکنیم. بخش بعدی شورتکد ها که به همین شکل دقیقا، البته اینجا نیازی نیست کلاسش بیگ منو باشه چون ما زیر منوی برای شورتکد ها نداریم و فقط کافیه من یه آیکون برای بخش شورتکد ها انتخاب کنم و در نهایت روی ذخیره فهرست کلیک کنم.
بعضی از مواقع کاربران ما این مشکل رو داشتن که موقع ذخیره فهرست فقط یه تعدادی از آیتم ها ذخیره میشد و به عنوان مثال از 60 تا آیتم به بعد توی منو ذخیره نمیشد، یعنی منوی وردپرسشون فقط امکان ذخیره 60 تا آیتم رو داشت. در این صورت اگر شما این مشکل رو داشتید باید به هاستینگتون بگید که لیمیت یا اون محدودیت ذخیره فهرست ها در وردپرس رو برای شما برداره از روی سایتتون و این مشکل رفع میشه. همونطور که میبینید ما منوهامون رو داریم و آیکون هایی که براش قرار داده بودیم هم کنار منوها قرار گرفته. موفق و پیروز باشید.